هممیهنان عزیز و بزرگوارم، درود بر شما. به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز تیرشید 8 فروردین ماه 2583 ایرانیه و 27 از ماه مارس 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. آزاد باشند و من کوروش آیین مدیر او را گرامی داشتم. به فرمان من کوروش شاه چهار گوشه جهان، شاه سینه، شاه عته، شاه نوره، بردهداری تمیزداری در انداخته شد. بیچارگی آنان را چاره ساختم، نیایشگاههایی که ویران شده بود را آباد ساختم. باشد که دلها شاد گردد. افتخار کوروش. یک مقبره سعادت سنگ ساختند، بر گنبد سیم و زر نپرداختند، اما عجبا که نام و آوازه او صد لرزه به شیخ و زاهد انداخته است. امروز 5 فروردین ماه 2583 شاهنشاهی، آرامگاه کوروش بزرگ، پدر ایران زمین. یک روز زیبای بارونی. جاوید شاه. امروز سه‌شنبه 7 فروردین جشن نوروزی ملک شاهی استان ایلام. درود بر رضا شاه دوم. جاوید شاه. خب هم میهنان عزیز و بزرگوارم،
در ابتدا باید پوزش بخوام به خاطر اینکه ما شب گذشته قرار بود برنامه داشته باشیم و با خبر تقدیم بکنیم، منتها مشکلاتی اجازه نداد. از اینجا به بعد دیگه به طور ممتد برنامه خواهیم داشت، تو ممکنه تا 15 روز یا 20 روز دیگه دوباره یک روز ما یا دو روز کار نکنیم و چیزی ارائه نکنیم. پوزش میخوام به خاطر این تأخیر و از اینجا به بعد ممتد طبق معمول کار رو ادامه میدیم و برنامه ها رو تقدیم خواهیم کرد. اما همونطور که حتما در جریان هستید و دیدید، نوروز امسال پای گذاری اصولا انقلاب ملی ایرانه. من دو سال پیش اگر برنامه نوروزی ما رو دیده باشید واقعا فکرشم نمی کردم که انقدر سریع، یعنی من راستش بخوای در ذهنیتم کار بسیار بزرگی پیش بینی کردم و شاید این نگرش نزدیک من شخصا و گروه و تیم ما به ملت ایران و هممیهنان به خاطر این باشه که ما اصولا خیلی نزدیکیم به اینا و اون خصوصیات بسیاری از سیاسیون که مثلا تو واشنگتن دی سی کار میکنن رو نداریم. ببینید کسایی که رفتن اونجا یه مقدار پرتن، یعنی هنوز تو گلوبالیزم آمریکایین و اینا و مسائل و ملت ایران و حتی خود مشکلات آمریکا رو درک نمیکنن، چون تو اون جامعه هستن و اون جامعه یک سری براشون یه سری منافعی داره. حالا نمیخوام بگم منفعت طلبان اینا، اما یه سری خوبیایی هستش که از اون بهره برداری میکنن. بنابراین اون خوبی‌ها جلو چشمشون رو میگیره و ایرادات بزرگی رو که در این ماراتون تمدنی وجود داره نمی‌بینن. چون قبل از اینکه به هر چی بپردازیم بدونید تمدن ماراتونه. خب دو سری نیست. در ماراتون شما باید بتونی طولانی بدوی بدون اینکه نفس تو از دست بدی و در این راه بعضی وقتا لازمه که سرعت تو بکاهی و آرام آرام حرکت بکنی. در این تمدن ماراتونی تمدن‌ها ما بردیم. به همین سادگی آمریکای کشور 300 سال است، نصفش بردهداری بوده، نصف دیگه‌ش هم اون 150 سالش هم به راحتی نصفش غیرقانونی بردهداری بوده و الانم به روزای آخرش داره نزدیک میشه و بسیاری شاید این چیزا رو قبول نکنن، بخندن، ولی واقعیت این که الان حتی از لحاظ تمدنی اون فره ایزدی که وجود داشت، که اصولا هر چقدر فره ایزدی در یک نظام اهریمنی وجود داشته باشه به درد نمیخوره و نهایتاً پایدار نخواهد کمان که آمریکا بوده. حالا نمیخوام زیاد وارد این بحثا بشم. تو این ماراتون تمدن ایران قطعا برده. همین امروز مقاله منتشر شد نشون میده که ایران اصلا بسیار بسیار قدیمی تر از آن چیزی که هر کسی در طول تاریخ فکر میکرد و اولین مهد تمدن در تاریخ بشر ایران اصلا. چیزی که من بارها نه به خاطر این مثلا راجع به تحقیقات ژنتیک مولکولی یا چیزایی من خوندم امروز که اصلا من سوادم یا تخصصم در این نیست و به اینجا نگاه نکردم هیچ وقت، اما من از لحاظ تمدنی و از جایگاه تمدنی و جایگاه و ردپای انسان در بشریت همیشه اینو گفتم که ایران مهد تمدنه و تمدن از اینجا شروع شده. اما الان ظاهراً علم این رو اثبات کرده. حالا برای ما که تعجب نداشت، اما واقعیت اینه این دور شدن از سیاست و به خصوص سیاسیونی که میرن تو دانشگاه‌های اروپایی درس سیاست میخونن، تو اروپا و آمریکا و جای دیگه به خصوص واشنگتن دی سی اونجا درس میخورن، پرتن از مرحله و واقعیات ایران رو نمیدونن. دو سال پیش در نوروز وقتی من برنامه نوروزی رو که برگزار کردم و اون اسرار رو برای شما افشا کردم و خوب برید ببینید، به خصوص در مورد شیر و خورشید، هنوز بسیاری نمیدونن شیر و خورشید چیه. شیر و خورشید شما یز من، شما که پرچم رو میگی دستت، شما خودت شیر و خورشیدی. همین، همه ایرانیان پادشاهن، همه ایرانیان جمشیدن و ما تصویر خودمون رو گذاشتیم روی این پرچم و این پرچم نماد ایرانیت و تمدن ایرانه و این تمدن با نوروز شروع میشه. یعنی جمشید روی پرچمه و جمشید نوروز رو پایه‌گذاری کرده. به همین سادگی. من دو سال پیش وقتی اون برنامه رو برگزار کردم اصلا نمیدونستم که تا دو سال دیگه مردم چه خواهند کرد. یعنی من باور بکنید بدون کمترین شکی به شما دارم میگم ایران تبدیل به جای خواهد شد که میلیاردرهای آلمانی، میلیاردرهای انگلیسی، میلیاردرهای آمریکایی صف وای میستن تو سفارتخانه‌های ایران برای اینکه بتونن تمام ثروتشون رو بردارن بیارن و ایران زندگی بکنن. من این رو تضمین میکنم این اتفاق خواهد افتاد. شما شاید باور نکنید، شاید خیال بکنید اینو تخیلاتو، ولی خواهید دید راهی که ملت ایران داره میره چیزی که هزار سال حداقل جلوتر از چیزی که اروپا داره میره و اینا تو دردسری خواهند افتاد که در اومدنش به راحتی هزار سال طول خواهد کشید، به راحتی. بنابراین بدونید ما برنده هستیم. اما چه چیزی انقدر دل منو شاد کرده این روزها؟ ببینید
همونطور که میدونید دقیقاً ملت ایران متوجه شدن که از پای همه چیز رو باید درست بکنن. امسال ایرانی ترین نوروز رو در طول تاریخ ثبت شده ایران داریم. در طول تاریخ ثبت شده ایران. و از همین الان رژیم به لرزه افتاده. چرا؟ به خاطر که رژیم خیال میکرد مثلا این شلوغ کاری تو خیابون و مثلا تظاهرات و مثلا روسری آتیش زدن و اینا خیلی ناجوره. اما الان متوجه شده که اوضاع خیلی ناجورتر از اون چیزی که فکر میکنه. اول اینکه امسال نه تنها برعکس همه سالها مردم ایران نوروز رو به ایرانی ترین شکل ممکن جشن میگیرن، یعنی در همه مکانهای ملی تجمعات برگزار میشه، شعرخوانی، بعضا رقص و آواز، که رقص و آواز در تجمعات ما همیشه باید باشه، یعنی باید با اون زبانها و اون موسیقی که دارین، حالا در آذربایجان، در کردستان، در گیلان و مازندران، در سیستان یا خوزستان یا هر جا که هستید، باید با اون چیزی که موسیقی شماست که خوشبختانه زیاد هم داریم، خوشگلش هم داریم، بزنید و برقصید دست جمعی. این اصلا مدلشه، این در اسطوره نوروز اومده. خب این یکی از چیزهایی که ما اینجوری باید برگزار بکنیم که الان امسال برای اولین بار در طول تاریخ اینجوری داره برگزار میشه. همه جا مردم وای میستن، تجمع و تشکیل میدن، میزنن، میرخصن به لحاظ ایرانی بودنش. ولی رژیم اصلا چنین چیزی ندیده. آخونده از اول پیدایش روحانیت شیعه اصلا چنین چیزی ندیدن، اولین بار میبینن. دوم چیه؟ امسال مارمزونه، یعنی نوروز تو مارمزونه. دقیقاً تو مارمزون دقیقاً برعکس خواست روحانیت شیعه و شیعه‌گری و اسلامگرایی دارن رفتار میکنن. نه تنها میزنن و میرقصن، بلکه میخورن و میآشامن. یعنی چی؟ یعنی از دو طرف خورده رژیم. هم ملی‌گرایی در اون سبک درستش داره ظهور میکنه و داره خودشو نشون میده در دل جامعه. نه تنها این، همین که گریز از شیعه‌گری به خصوص به بهترین نحو ممکن داره خوش نشون میده، جوری که اینا واقعا خودشون خراب کردن. رژیم الان برای اینکه خودش جمع جور بکنه 100 هزار نفر گفتن آقا ما هفتم فروردین میاریم در استادیوم آزادی خودمون و فلان. استادیوم پادشاه ایران ساخته، یه دونه تنها استادیوم ایرانه، میاریم در استادیوم آزادی. 100 هزار نفر آوردن و کلی هارت و پورت که آقا ما 100 هزار نفر آوردیم. تمامی تصاویر نشون میده که اشباع شده استادیوم آزادی از افغانها، پر از افغانه. این 100 هزار نفر رو نه تنها از اون کسانی هستن که همه اینا که یه چیزی گیرشون اومده، یعنی یه جاشون، یک شغلشون، نمیدونم جایی که کار میکنن، منصبی که دارن، رانتی که گرفتن و فاندی که گرفتن یا هرچی که گرفتن به رژیم بسته است. این که هیچی، به جز این نه تنها با سرویس مجانی و اینا میارن، نه تنها بهشون کادو و خوراکی و یعنی بسته میدن توش انزه نهار یا ایرانی توش خوراکیه. 100 هزار نفر اینجوری آوردن، بلکه اشباع شده از افغان. تمام تصاویرشون این افغانیه. این 100 هزار نفری که اینا آوردن بابا خنده داره. یعنی بعضی وقتا رژیم توفای سربالایی میندازه. من اونم کی قرار سیل ببره این رژیمو، ولی میبره. انقدر توف سربالا انداخته. خب بعد صحبت از این میکنن که آقا ما 100 هزار نفر آوردیم. بجز این 100 هزار نفر به راحتی نصفشون کودکن. نصفشون کودکن. این آرتوبورت ایناست. آقا ما 100 هزار نفر آوردیم، به به و چهچه بگن و مجیز خامنه ای بگن و حماس و تروریست ها رو آوردیم سخنانی عربی بکنن برای یه سری آدم اونجا. اصلا من حالا عربن نیستن چی هستن. اشکالات کار اینجاست. ببینید اینکه نصف اینا کودکن، اینکه جمعیت بزرگشون افغانن، اصلا ایرانی نیستن، اینکه همه اینا پاچخور نظامن و سرشون تو آخر رژیمه، اینکه با پول و امکانات و بهبه و چهچه و رستوران و دسر و کوفت و زهرمار اینا رو میارن، اینکه اینا رو با سرویس مجانی میارن، همه اینا رو با هم جمع بزنید، بذارید در کنار جوانای ایرانی که سه هفته پیش در بازی دربی تهران شعار دادن. ببینید شعارشون. اینا
براشون سرویس مجانی نذاشتن. اینا بهشون کادو و خوراکی ندادن. اینا اکثریتشون افغان نیستن. اینا را ازشون پول بلیت گرفتن. اینا با نام رضاشاه دارن خطر میکنن همینجا. اینا نصفشون کودک و بچه نیستن. اکثریتشون جوانهای حاضر به مبارزه و سرحال و قبراق هستن که در اوج جوانی و آماده مبارزه هستن. به خصوص بیشترشون مردن. حالا چون رژیم زنا رو نمیبره، منظورم نیستش که زنان ایرانی جنگجو نیستن، که هستن، پا به پای مردان هستن و همه جام شرکت کردن و اینو اثبات کردن. اما واقعا چیزی که این رژیم رو کوبنده خواهد برد و خواهد ایستاد و خواهد جنگید مرده. یعنی مرد اون سرباز میهنه، خصوصیت مرده در بیولوژی انسان، اینو نمیشه تغییرش داد. حالا شاید یه سری مزخرفات بگن تو غرب که آقا زن و مرد فرقی با هم نداره، مرد رو دامن بپوشونن بگن آقا اینا جنرالن، مسخره بازیه دیگه، داره همه چی سقوط میکنه، بذار همه چی سقوط بکنه. حالا هیچی، به هر حال اگر این سیرک نمایشی رژیم رو بذاریم بغل دست این نمایش قهرمانانه جوانان ایران که نه تنها خطر کردن، پول دادن، اومدن و دارن نام رضا شاه صدا میزنن، این خوش به خودی خود نشون میده رژیم اعلام کرد که ما میلیون ها بار ضعیف تر از ملت ایران هستیم. میلیون ها بار. الان در شرایط کنونی به قدری رقص و آواز و حضور مردم در اماکن ملی افزایش پیدا کرده، بلیت های اماکن ملی رو 6 برابر کرد رژیم، یک شبه 6 برابر کرد. خود مسئولین این سازمان ها گفتن اصلا ما اطلاع داده نشده، بلکه این تصمیم 6 برابر شدن بلیت ها در بالاترین محافل رژیم گرفته شده و ملیه، به کل کشور ابلاغ شده. برای چی باید مثلا یه جایی مثل شورای عالی امنیت ملی بیاد دخالت بکنه تو این چیزا؟ مثلا بگه که آقا حضور مردم نباید به این راحتی باشه، باید 6 برابر بلیت گرون بشه. به خاطر اینکه خودشون خراب کردن. مینه آقا کل داستان ما باختیم. تمام این شیعه گری 100 سال 200 سال بزرگ کردن خاندان آل علی، مثلا الان تو استادیوم هیدر هیدر سر میده. آقا شما این سر افغانو جمع کردی، پول دادی، آوردی، شیرینی خوردی، منصب دادی، گفت دادی، همه چی دادی، بچه‌ها طرف پسر خاله‌شون شیرخوارای نوزادم ورشته آورده، هیدر هیدر داره میگه، مثلا این میخواد کسی خر بکنه؟ مگه مردم ایران کوتاه میان با این نمایشای مسخره و موسیقی؟ قبلا هم این کارو کرده بودن. مگه اون نمایش چی بود، اون آهنگ سلام فرمانده نبود؟ بعدش چی شد؟ بعد از اون چی شد؟ موج محصول اتفاق افتاد. یعنی رژیم درس نمیگیره، مدام میره بعد نه تنها بسیج میره، افغانا رو میاره. میخواین موجبت چه اتفاقی بیفته احمقا؟ البته که موجبتی میان برای گلوی شما. حالا در این شرایط رژیم جوری خودش رو خراب کرده که شروع کرده حمله و حمله مسلحانه به مردم در حال برگزاری نوروز. چرا؟ چون این نوروز دقیقاً اون حرکت درست ملی بود که ما 2 سال پیش روش تاکید کردیم. یعنی من اونجا گفتم این راه درسته، این انتخابی که اگر ما بریم توش باخت که نداریم چی، بزرگترین برنده تاریخ، نه تنها در مورد رژیم و اینا، بلکه در تمام این اتفاقات که در جهان داره میفته. یعنی الان تمدن غرب داره سقوط میکنه، تمامی تمدن ها، حالا مهمترینش غرب، اگر نگاه بکنید در حال فروپاشی و نابودی هستش. ما کل این بازی رو بردیم. از همه اینا گذشته ما اصلا 1000 سال از غرب جلوتریم در مواجهه با اسلام. چرا؟ بخاطر اینکه اسلام تازه داره میره وارد آمریکا جوره میشه، اسلام تازه داره میره وارد اروپا داره میشه، اینا تازه الان اسلامو وارد کردن و اون بلایی که در قادسیه سر ما داره میاد سر اینا خواهد اومد. اینا هنوز کلاشون داغ نمیدونن، اون زمان هم تو ایران همین صحبت ها بود، حالا حالیشون خواهد شد. بنابراین ما 1000 سال از اینا هم جلوتریم. اما حالا دارم دور میشم از مسئله. ببینید اگر شرایط امسال رو در جشن و سرور ایرانی، در کلا نادیده گرفتن اسلام، یعنی محرمیزون نادیده گرفتن ملت ایران به همین سادگی، میزنن و میرقصن و میخورن و میآشامن و خوشحالن به خاطر نوروز، و به جای اینکه مثلا برن قبر خمینی، به جای اینکه مثلا برن قبر علی ابن موسی رضا یا بقیه سیدا که اومده بودن ایران رو بدزدن و غارت بکنن و الان مردن و شدن مقدس برای یه سریا، به جای اینکه اینجا برن الان مثلا در تخت جمشید و پاسارگاد رکورد زدن، امسال در تهران کاخهای پادشاهی پهلوی رکورد زدن. یعنی چالا شما ممکنه بگی که کوروش بزرگ پدر ایرانه و داریوش هخامنشی به قدری بزرگی که خارجی ها بچه هاشون اسمشون میزن داریوش، یا مثلا پایتخت سیاسی تمدن ایران تخت جمشید، همه اینا رو میتونی بگی، ولی در مورد پهلوی چی داریم بگیم؟ خاندان پهلوی انقدر محبوبن که تو دل مردم جا گرفته، به خصوص تصاویری که ازش بیرون اومد. یعنی این خانواده که میبینید میشینن دور هم دیگه، زن و مرد و دختر، و انقدر صمیمی و زیبا،
این دقیقا اون چیزی که ملت ایران به عنوان نماد خانواده میخواد. اینو باش ارتباط برقرار میکنه. این چیزی که به درشون میخوره. برای همینه که الان کاخهای خاندان پهلوی در تهران رکورد زده در بازدیدهای نوروزی. این رو بدونیم. انقلاب ملی ایران از اینجا به بعد وارد یک مرحله تغییر فرهنگی شده و از سیاست گرفته تا از فرهنگ گرفته تا همه چیز از بیخوبون از پای تغییر خواهد کرد. این روندی که ملت ایران داره میرن دقیقاً نقطه مقابلیه که دولت آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان‌های حقوق بشری، همه اینا با رهبرسازیان اونم دختر رفسنجانی، نرگس محمدی و این چرت و پرت‌ها دارن میرن. اینا میخوان از بالا رهبر دیکته بکنن. ملت ایران دارن فرهنگ و تمدن همه چیز رو بازایی میکنن از پایین و از ریشه به بالا. پایدار و سرافراز ایران و ایرانی، جاوید شاه، تا با خبر بعدی، بدرود.